تو جلسه ششم قراره کنار تمریناتی که بهتون میدن با هم زینت چپ رو هم یاد بگیریم. به نام خدا، خیلی خوشحالم که قراره جلسه ششمه 10 جلسه تا ریز پر رو با هم شروع بکنیم. توی جلسه ششم همطور که بهتون گفتم قراره با هم زینت چپ رو هم یاد بگیریم و اینکه چجوری باید زینت رو استفاده بکنیم. خیلی وقت رو نمیگیرم، فقط اینو بگم که اون دوستانی که تازه وارد چنل من شدن، این چنل در ارتباط با آموزش تنبک به زبان ساده است. اگر فکر میکنین چنل به دردت میخوره، چنل رو سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو فشار بده تا هم موقع من ویدیو جدید آپلود میکنم نوتیفیکیشن رو دریافت کنید. بریم سراغ تمرینات. اول از همه بحث کشش که داشتیم دیگه از قبل، برای یه ست 15، 20 و 25 با هم بریم. اول از همه دست رو به بالا بکشید و دست رو بکشید رو به پایین. ساده از کشش دست ها اصلا نگذرید، چون همین باعث میشه که دست های شما گرم بشه، تاندونا آمادگی پیدا کنن که یه 7 ریز و 8 ریز رو اجرا بکنن. اجرا میکنیم 15 ثانیه، قشنگ روی دست رو بکشید. خیلی عالیه. میخواییم بریم برای ست بعدی که 20 ثانیه است. اینم بگم از اینجا به بعد جلسات ما یکم تایمش کمتره و بیشتر داره تخصصی تر میشه برای ریز پر. هم قولی که بهتون دادم برای که 10 جلسه کاری کنن که شما ریز پر رو تنبک رو اجرا بکنید به راحتی. بریم برای ست بعدی. 20 ثانیه قرار دستمون رو نگه داریم، کامل کش بدید، بذارین تاندونا گرم بشن. هر موقع دستتون داره اذیت میشه اصلا ول نکنید، از اونجا تازه داره فشار روی تاندونا میاد و داره گرم میشه، وسط گرم کردن هیچ وقت شل نکنید. خیلی عالیه، یکم پای من گذشت. دستا رو استراحت بدید تا بریم برای ست سوممون. استارت، کامل موچ رو به پایین باشه، بذارید قشنگ تاندونات رو روی کشش باشه. هنگ ثانیه فقط مونده. خیلی عالیه، دست ها رو استراحت بدیم. همونطور که خودتون میدونید ست بعدش به چه شکل بود، که کف دست رو به بالا و اینجوری میدیم، دست رو فشار میدیم، رو حالت انقباض میبریم ساید رو، و برای اینکه فشار روی تاندون هم باشه موچ رو یکم میکشیم رو به بالا. استارت، الان هم داره تاندونه کش میاد و هم داریم ساعد رو منقبض میکنیم. خیلی عالیه، دست رو استراحت بدید برای ست بعدی که قراره 20 ثانیه باشه. استارت، دست قشنگ توی کشش باشه، توی فشار باشه، بذارید قشنگ عضلات تاندونات گرم گرم بشن، آماده بشن برای تمرینات اصلیمون. خیلی عالیه، یکم استراحت میکنیم و میریم برای سراغ ست سوممون که 25 ثانیه است. استارت، قشنگ ساعد باید انقباض داشته باشه، منقبض، تو حالت منقبض باشه و سعی کنید که ولش نکنید اصلا دستتون رو. بسیار عالی، تا شما سرعت میکنید من تمرین بعدی بهتون توضیح بدم. تمرین بعدی تمرین دوبله نصفه، یکی از تمریناتی که خیلی خیلی توی تنبک نوازی به درد شما میخوره و باعث میشه که هم سرعت کارو ببرید بالا و هم چون الان دارم من توی ریز پر ازش استفاده میکنم باعث میشه که صدای ریز پرتون بهتر بشه، پرتر باشه. پس باید هم ما به صداش دقت بکنیم و هم به سرعتش. به این شکل شما دوتا با دست پایین میزنید، دوتا با دست بالا، منظورم 7 ریز و 8 ریزه، یعنی بشه 1 2 3 4 1 2
بعدیش چیه؟ توی یه شماره دو تا بزنید. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. چی شد؟ یک دو سه چهار، دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. اینو قراره با هم 5 دقیقه بریم. اون دوستانی که احساس میکنن نمیتونن با سرعت من بزنن اصلا ایرادی نداره، فقط بخش توضیح دادن رو گوش بدید و وقتی که خواستید اجرا بکنید بریم سراغ اون زمانه 5 دقیقه، میتونید صدای ویدیو رو کم بکنید و خودتون اجرا بکنید. قراره بریم 5 دقیقه. استارت. شما اجرا بکنید. در واقع من دارم دور اولش رو به صورت دولاچنگ میزنم و دور بعدی به صورت سلاچنگ، چون که هر دولاچنگ برابر است با دو تا سلاچنگ، من دارم توی هر شماره دولاچنگم دو تا سلاچنگ اجرا میکنم. بخش ریتمخوانی ترک ریتم حتما برید نگاه بکنید، لینکش رو بالای ویدیو براتون میذارم که راحت بتونید دسترسی پیدا کنید، یا حتی اگه این بالا هنوز نذاشته بودن، چون که متأسفانه با سیستم این کار رو انجام بدن گاهی اوقات دگی نگی داره، داخل دیسکریپشن لینک اون ویدیو رو حتما میذارم. بخش ریتم خانی و درک ریتمه، اون جلسه رو حتما نگاه بکنید تا متوجه این توضیحاتم بشید. یک دو سه چهار، 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 سه چهار، یک دو 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 سه چهار، چهار، یک دو سه 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 چهار، سعی کنید که استخونه اینجا نزنه بیرون، همون توضیحی که توی جلسه پنجم اومدم بهتون دادم و یه سری تمرینات هم براتون دادم که این قضیه حل بشه. سعی کنید اینجا رو اصلا نزنید بیرون و کف دست باز باشه. برای دفعه بعد انجام میدم، نه، همین الان که ویدیو رو باز کردی حتما تنبک به دست باشید و این تمرینات رو با من انجام بدید. Thank you.
تموم شد دیگه، فکر کنم یکم زودتر تمومش کردم، ایرادی نداره. یه توضیح من بدم تا وقتی که دست شما داره استراحت میکنه. داخل کامنت ها خیلی دیدم که بعضی هم میگن ویدیوهایی که من دارم میذارم یا آموزش هایی که دارم بهتون میدم خیلی عامه‌ست و اصلا اون چیزی که باید نیست، مثل داخل کلاس ها نیستش. باید بهتون بگم که فضای یوتیوب یه فضای عامه پسنده. من اگه بیام یکم تخصصی تر کار بکنم، خب اصلا هم بازدیدم داره میاد پایین و خب ویدیوی من اصلا دیده نمیشه، ارسال نمیشه برای افراد بیشتر. مجبورم که یه سری چیزای عامه بگم. و دوم این که چنل من آموزش تنبک به زبان ساده است، اسمش روشه، دارم به زبان ساده یه طوری در واقع دارم من به شما آموزش میدم که آموزش من خیلی گیرا باشه برای شما و جذب آموزش تنبک بشید. اون دوستانی که میخوان به صورت تخصصی و حرفه‌ای بیان تنبک رو یاد بگیرن، من آموزش تنبک به صورت مجازی رو هم دارم، حالا چه آنلاین چه آفلاین. اگر خواستید داخل کلاس شرکت بکنید، کلمه شرایط رو داخل تلگرام ارسال بکنید. لینک تلگرام هم داخل دیسکریپشن گذاشتم. تمرین بعدی به این شکل که شما این ناحیه رو لبه تنبک، این هم همینطور و به این شکل صرفا انگشت یک دو. خب در واقع حرکت مچ رو حذف کردیم، هم برای اینکه فشار روی انگشت ها بیشتر بشه و همین که اینجا نزنه بیرون. پس مربوط به اشتباه رایجی که جلسه قبلا بهتون گفتم هستش. تمرین 5 دقیقه استارت. سعی کنید صدای ریز انگشتاتون بیاد، یعنی انگشتا با هم نخوره. باز یه شیوه خیلی خاصی داره که باعث میشه انگشتا با هم نخورن. هشتوریز جفتش به کمک مچه، ولی ما داریم الان فشار رو دو برابر میکنیم روی انگشت. شیبه رو گفتم خیلی شیبه ملایم و آرومی داره.
نباشه که این شکستگی ایجاد بشه. خب به این شکل. من هم تمرین بعدی رو بهتون توضیح بدم و همین که اگه تا اینجا کار از ویدیو لذت بردید و دوست داشتید ممنون میشم لایک کنید و نظرتون رو داخل کامنت ها بهم بگید. این تایمی که من دارم برای ویدیو میذارم خیلی زیاده و فقط میتونه لطف و حمایت شما باعث بشه که این خستگی تن من در بره. تمرین بعدی میرسیم به همون زینت که بهتون گفتم. زینت حالا یا زینت راست چپ یا زینت چپ که به صورت تکه، زینت های دیگه هم داریم که بیاد نوت های دیگه هم مثلا مثل دوم یا بک یا نوت های دیگه بیاد به نوت اصلی بچسبه. در واقع نوت زینت در واقع چی؟ نوت های زینت یا نوت های کوچک، نوت هایی هستن که کنار نوت اصلی قرار گرفته میشن و اصلا ارزش زمانی بهشون تعلق نمیگیره، به خاطر همین بهشون میگن نوت های کوچک، ریز شمرده میشن، اصلا ما اونا رو جز نوت های اصلی حساب نمی کنیم. حالا تمرینی که باید بکنیم به چه شکله برای نوت زینت چپ، یعنی با هفته ریز. دقت کنید، من اول میام یه دونه توم میزنم، بعد تک میزنم، بار بعدی میام همینو میزنم فقط زینت چپ رو اضافه میکنم، یعنی چی؟ بلا فاصله هفته ریز رو میچسبونم به توم و بعد به بک، یعنی بشه 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. دقت کنید اصلا شماره ای نگرفت، شماره یک من افتاد روی توم، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. خب 1 2 نشه، این اشتباه. این صدا باید شنیده بشه. در واقع من چه وقتی که دارم بدون زینت میزنم چه با زینت میزنم باید همون نوت اصلی رو بشنوم. حالا کاری که باید بکنیم، یک بار به صورت توم و بک بعد میم زینت روش اضافه میکنیم، همون باید شنیده بشه، و بار دیگه به صورت توم دو سه، بک دو سه، 1 2 3 4، 1 2 3 4. کاری که باید بکنیم اینه که زینت رو اضافه بکنیم و مثل دفعه قبل فقط صدای نوت اصلی شنیده بشه. من میشنوم توم دو سه، بک دو سه، توم دو سه، بک دو سه، نمیشنوم هفت توم دو سه. خب صدای این هفته اصلا باید گم بشه تو نوت اصلی، باید بره تو دل نوت اصلی. ما اجرا میکنیم 5 دقیقه ترکیبیه اجرا، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. دقت کنید که هفته ریز داره اول میخوره چون نوت زینته، نه یک تومو بزنید بعد بیایید هفته ریز رو بزنید. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4.
کنید. اصلا نه لحاظ زمانی فرق میکنه با وقتی که بدون زینت میزنیم، نه از لحاظ شنیداری. من بازم دارم همین رو میشنوم. تون بک، تون بک، تون دو سه بک دو سه، تون دو سه بک دو سه. این خیلی گذراست، خیلی زود زده میشه و میچسبه به نوت اصلی ما. باید خیلی حواستون به این نکته باشه. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، چهار یک دو سه چهار، 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 آشه یه بار با زینت، یه بار بدون زینت. خب اینم بهتون بگم، حالا شما انجام بدید تا این توضیحات هم بهتون بگم و حواستون پرت نشه. وقتی که ما داریم این تومو برکن میزنیم یا وقتی که زینت رو اضافه میکنیم، من برای این دارم این قضیه رو برای شما میشمرم، این نوتا رو برای شما میشمرم که متوجه این قضیه بشی که من چه وقتی که زینت میزنم، چه وقتی که نمیزنم، زمان بندی من، شمارش من اصلا تغییر نمی کنه. من شماره یک دارم تومو میزنم، وقتی که زینت رو دارم اضافه میکنم بازم شماره یک میفته توم من. فقط باید حواستون به این قضیه باشه که زینت جوری زده بشه، جوری اجرا بشه که جزء نوت اصلی شنیده نشه. یعنی زینت نکنید، ولی اینو زمان گرفت به خودش، یک دو شد، یک دو، یک دو. قشنگ دارم نوت زینت رو به عنوان یک نوت اصلی میشنوم، پس دیگه این نوت زینت نمیشه. یک دو سه چهار، 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 سه چهار، یک دو 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 سه چهار، چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. روی نوته اصلیمون، شماره یک منظورم. یک دو سه چهار، یک دو سه، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. زینت رو اضافه کردم ولی باز هم شماره یک شد. یک افتاد روی، افتاد روی توم، افتاد روی بک. یک دو سه چهار، 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 سه چهار، یک دو سه چهار. حالا من دارم یه بخشش رو بدون زینت میزنم برای اینه که شما بتونید راحت‌تر متوجه بشید که الان بهش نوت زینت رو شماره دادید یا ندادید. وقتی که کنار یه نوت اصلی میذارید، نوت خام میذارید، در واقع این نوت خام الان حالا با زینت باعث میشه که متوجه این تغییر بشه. اگه درصدی هم تغییر بکنه میفهمید که یه جای کار میلنگه، به خاطر همین میرید دنبال این که حلش بکنید. ولی وقتی که همینجوری من بزنم اصلا متوجه نمیشم که دارم الان نوت زینت رو یه جور دیگه میزنم. خب پس حتما اون بخش بدون زینت رو هم بزنید. نگید که خب اینو که نیاز ندارم، فقط بخش با زینت. نه، اون داره به شما کمک میکنه. خیلی عالی بود، امیدوارم از این جلسه لذت کافی رو برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو کامنت کنید. خسته نباشید.